تهران تابو انیمیشنی داستانی در مورد ناهنجاری‌های اجتماعی ایران و مشکلات جوانان اونجاست. این فیلم محصول مشترک آلمان و اتریش و یکی از آثاری بود که در هفته منتقدین جشنواره کن به نمایش درآمد. علی سوزنده، نویسنده و کارگردان تهران تابو در گفتگو با بهنود مکری در مورد این اثر توضیح میده. چطوری بابا جون؟ همسایه بهشتی. می‌خواستم بپرسم که آلبوم کارم مجوز پخش گرفته یا نه. منفی. به علت عدم همخوانی با شورای اسلامی. اجازه شوهرتون رو داری؟ شوهر من معتاده، توی زندون 20 ماهه به من خرجی نداده. من کنیز نمی‌خوام، ولی از یک خانومم بدم نمیاد. هیچ کس نمی‌تونه اون چیزی که تو به من می‌دی به من بده. جوابتونم مثبته. تازه حقوق منم برای هر دومون کافیه. تموم کنیم بحث. انتو ضعیفه. لکه میخوای بگم دارت بزنن. پس یاره زنیته. ها! بگیری نرو. سرمیگه تو انزار رو میبارو کنار. تهران تابو چطور شکل گرفت؟ این پروژه از کجا آغاز شد؟ خب من ایران به دنیا اومدم و ایرانم بزرگ شدم. مثل خیلی ها تأثیر محدودیت‌های اجتماعی، مخصوصا محدودیت‌های جنسی رو زندگی ما و عواقب این محدودیت‌ها برام همیشه سوال بود. و اینکه چرا صحبت کردن در مورد این محدودیت‌ها تابو هست توی ایران؟ گذشت از محدودیت‌هایی که توی قانون وجود داره، به نظر من یه خودسانسوری بزرگ هم تو ذهن خود ما وجود داره که اینو نسل به نسل انتقال میدیم. نوشتن داستان تهران تابو شاید تلاشی بود برای پیدا کردن جواب به این سوالا. اگه امکانش هست مختصری درباره داستان فیلمم توضیح بدید. چه مسیر و جهتی داره؟ جریان چیه؟ فیلم از 3 تا داستان درست شده. داستان اول در مورد پری هست، یه زنی که با پسر 6 سالش تنها زندگی میکنه، شوهرش به خاطر اعتیاد زندان هست و زندگیشو از طریق تنفروشی تامین میکنه. همه هم و غم و تلاشش برای اینه که بچهشو بفرسته مدرسه. داستان دوم در مورد بابک هست، یه دانشجوی موزیک که با یه دختر توی پارتی زیرزمینی آشنا میشه، با هم سکس دارن، فرداش دختره باش تماس میگیره، میگه تا چند هفته دیگه باید ازدواج کنه و تا اون موقع باید دوباره باکره باشه و بابک باید خرج عمل باکرگیشو به عهده بگیره. داستان سوم در مورد سارا هست، یه زن خونه‌دار که با شوهرش و مادر شوهر پدر شوهرش توی آپارتمان زندگی میکنن، زندگی ظاهراً بی دغدغه‌ای رو داره، آرزوش اینه که بره سر کار و ولی خب اطرافیانش ازش انتظار دارن که براشون بچه به دنیا بیاره. فرصت مناسبیه درباره بازیگران توضیح بدید. چه نکاتی رو در گزینش اونها در نظر گرفتید؟ چه سلیقه‌ای داشتید؟ به نظر من هنرپیشه‌ای میتونن خوب فارسی بازی کنن که خوب بتونن فارسی صحبت کنن، روان فارسی صحبت کنن. خب خیلی از بچه‌های هنرپیشه ایرانی هستن که مثلا تو آلمان زندگی میکنن، وقتی که به آلمانی صحبت کنن بازیشون آلمانی میشه، میمیکا آلمانی میشه، وقتی با فارسی صحبت میکنن بازی ها و میمیکا همه فارسی میشه. خب خوشبختانه تو اروپا هنرپیشه‌های خوب ایرانی زیاد هست، از این بابت هیچ محدودیتی نداشتیم. چند تا از بچه‌ها از تو آلمان زندگی می‌کنن، از فرانسه، اتریش، سوئیس هم هنرپیشه داشتیم.